وحشتناکی توی خونه امیر تتلو افتاد. میارس خونه مواظب خودتون باشید. همونطور که دید کنسرت امیر تتلو رو کنسرت کنسل شده. اما این اتفاقای عجیب تا همینجا نبود. علی صلاح‌پور برنامه گذار چنان تبلیغ کنسرت رو میکنه که فیلم بردار امیر تتلو آقای موری در رابطه با آقای امیر دیبا یکی از خفن‌ترین آهنگسازای شما دارید کانال مهمترین ها رو میبینید. ما تو کانال مهمترین ها همه ماجراها و داستانهای جالب سلبریتی ها و دنیای مجازی و افراد معروف رو تعریف میکنیم. و سلام رفقا، امروز اتفاق عجیب و وحشتناکی توی خونه امیر تتلو افتاد که همه برگاشون ریخت که چی شده. امیر تتلو فریاد میزد و صدای فریاداش تا همه جا میرفت. همه از خودشون میپرسن که چه اتفاقی افتاده. بعد از چند ساعت هم کنسرت امیر تتلو رو خودش اعلام کرد که کنسرت کنسل شده. اما این اتفاقای عجیب تا همینجا نبود. امیر تتلو تمام تبلیغاتی که برای سحر قریشی توی کانال یوتیوبش گذاشته بود اونها رو هم همه رو حذف کرد. اول بریم صدای فریادهای امیر تتلو رو بشنویم و بعد بریم سراغ ادامه ای داستان. خب ما دیگه کم کم بریم، قرار پایین تمرین شه، سر صدا زیاد میشه، ما هم سر صدا مون سعی میکنیم زیاد نشه. بچه ها عشق منید، برخواستم یه سلامی عرض کنم. مواظب خودتون باشید. خداحافظ. عمو سعید خیلی مخلصیم. خداحافظ. یه سلامی عرض کنم. مواظب خودتون باشید. همونطور که دیدین اتفاق عجیب غریبی افتاد. بعدش خود امیر تتلو تو کانال یوتیوبیش اعلام میکنه که کنسرت عید امیر تتلو به دو دلیل ابطال شد. اگه دوست داشتین بعداً دلایلشو میگم بهتون. دوستانی که بلیت خریده بودن میتونن یا پولشون رو پس بگیرن از کنسرت گذار، یا تاریخ رو جابجا کنن و کنسرت بعدی رو بیان اگه کنسرتی وجود داشت. البته دیگه اونو خودشون میدونن با همین مسئولین فروش بلیت. شما فکر کنید که اصلا به خاطر کرونا کنسل شد و یه گویی خودتون بخورید. مرسی. تا الان کنسرت عید امیر تتلو 3 بار کنسل شده با این بار، ولی هر بار این اتفاق طوری شده که دوباره کنسرت برقرار شده. و اتفاقی که افتاد، ما از آقای علی صلاح‌پور، یعنی تیم ما نه خود من، از آقای علی صلاح‌پور پرسیدیم که آیا کنسرت برگزار میشه یا نمیشه، که همونطور که توی این اسکرین شات بهتون نشون میدیم ایشون گفتن که نه نمیشه. راستی اگر که میخواین به تیم مهمترین ها بپیوندین حتما توی کامنت ها برامون بنویسید و اینکه ما شما رو به تیم مهمترین ها دعوت میکنیم. اما ماجرای جالبی که هنوز وجود داشت این بود که علی صلاح‌پور برنامه گذار توی استوریاش همچنان تبلیغ کنسرت رو میکنه و وقتی هم حتی توی وبسایت تیکت 40 وقتی میریم میبینیم که همچنان بلیت فروشی کنسرت امیر تتلو ادامه داره. بنابراین احتمال این که این کنسرت همچنان برگزار بشه خیلی بالاست. حالا میرسیم به دلایل اصلی این که این کنسرت قرار شد که کنسل بشه. امیر تتلو توی پست یوتیوبش میگه که خب میریم سراغ دلایل. به ما پیشنهاد بالای 100,000 دلار شد واسه برنامه پرایوت و تبلیغات بوکس و این داستانا. ما قبول نکردیم. چرا؟ جواب واضحه، چون کنسرت داشتیم و کنسرت مهمتر بود. اگه من برنامه های دیگر رو قبول میکردم اسمش دزدی از برنامه اصلیم بود. حالا کنسرت گذار اومده سر چسب مثقال با 10 تا خواننده دیگه هم کار میکنه و ما یه ماه مثلا یه آشپز نداریم. ایشون تلفناش راجع به اینه که فلان خواننده تور کجا و چرا کنسرت گذاشته. تلفن وقتی که باید واسه برنامه خودمون نور و صدای خوب و آشپز و امکانات درست میکرد رو گذاشته، چونه میزنه واسه کنسرتای دیگش. بعد یه آشپز نمیتونه پیدا کنه، ما 3 روز مهمون داریم و وایسادیم غذا درست میکنیم جای تمرین. این اسمش دزدی نیست. چرا هست؟ یکی از دلایل کنسل شدن کنسرت
امیر تتلو دزدی برنامه گذاره. دلیل دومش شور و حال کم هوادارا. من توقع داشتم همون روزای اول بخرین کلن 3000 تا بلیت بود دیگه. ریدین 600 تا خریدین. من میدونم البته شما دقیقه 90 این، اما این خودش بی احترامیه. کنسرت امیر تتلو باید هفته اول سولد آوت شه. اینه که احترام یه چیز متقابله، چیز فلانتون کنسرت نمیذارم. اما به نظر من امیر تتلو با این کار داره یه تلنگری میزنه به طرفداراش که بچه ها زودتر برین کنسرت رو، بلیتاش رو بخرین، و همینطور یه تلنگر به علی صلاح پور برنامه گذارش که یه ذره کار و برنامه ها رو بچینه. وگرنه با این همه گرفتن بند و نمیدونم اووردن موزیسین از جاهای مختلف و خرید ساز و اینا، احتمال این که واقعا کنسرت حذف بشه با این که امیر تتلو به شدت بسیار زیادی گفته کنسرت کنسله، احتمالش خیلی کمه. اما این که چرا علی صلاح پور هم تایید کرد این قضیه رو، باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. من امید یوتیوبر هستم، شما دارید کانال مهمترین ها رو میبینید. ما تو کانال مهمترین ها همه ماجراها و داستانهای جالب سلبریتی ها و دنیای مجازی و افراد معروف رو تعریف میکنیم و شما رو در جریان همه این قصه ها و ماجراها میذاریم. هیچ بحث افشاگری و این داستانهایی رو هم نداریم. بنابراین چنل ما رو حتما سابسکرایب داشته باشید و منتظر ویدیوی بعدیمون هم باشید. در ضمن خیلیاتون در رابطه با صحبتهایی که فیلمبردار امیر تتلو آقای موری در رابطه با آقای امیر دیوا، یکی از خفن‌ترین آهنگسازای ایران، صحبت کرده بود از من پرسیدین و توی یک ویدیوی جدا در رابطه با این ماجرا بهش میپردازیم و سعی میکنیم که با افراد مختلفی تو این زمینه مصاحبه بکنیم. و شما میدونید خیلی از مصاحبه ما توی چنل دوممون هست، بنابراین چنل دوممون رو هم سابسکرایب داشته باشید که ویدیوهای ما رو از دست ندید. بچه کانال تلگرام و کانال ببخشید پیج اینستاگراممون رو هم حتما فالو داشته باشید. خبرهای مهم رو اونجا بهتون میگم. شما هم اگر خبرهای خیلی جالب و مهم داشتید حتما برای ما بفرستید که همه رو بتونیم پوشش بدیم. مصاحبه با دزدهای پیج امیر تتلو یکی از ویدیوهایی هستش که حتما باید میدیدید. مصاحبه با مسئول افرادی که قرار بود پیج امیر تتلو رو برگردوندن هم باید حتما ببینید و در جریان همه این ماجراها باشید. لینکش رو براتون توی دسکریپشن هم میذارم که حتما این ویدیوها رو از دست ندید، چون مسائل خیلی مهمی هستش و نباید به راحتی ازش بگذریم. دمتون گرم که تا تای ویدیو با ما همراه بودیم. مرسی، مراقب خودتون باشید تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار. فردا منتظر کامنت های شما توی ویدیوی بعدی هم هستم. تمام کامنت های این ویدیو رو هم قطعا جواب میدم و لایک میکنم و همه شون رو یک به یک میخونم. مرسی، منتظرتون هستم.